مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گفت عدم وجود بانک اطلاعات نیازمندان و عدم هماهنگی بین نهادهای خیریه‌ای و همپوشانی خدمات حمایتی بران شدیم تا سامانه کامل و جامع تهیه کنیم که در یک هفته گذشته 170 مرکز نیکوکاری محلی ایجاد شده است. در ادامه استاندار هم با تشریح خدمات کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در استان گفت یکی از عمده کارهایی که ما تاکنون انجام داده ایم احداث 3000 واحد مسکن نیازمندان است که تاکنون 1000 واحد آن تحویل شده است و 1500 واحد نیز در دست ساخت می باشد. رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور نیز در این مراسم هم افزایی بین خیرین را در ماجرای کرونا تشریح کرد و گفت با کمک مجموعه‌های بزرگی مثل بسیج، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دیگر مراکز نیکوکاری و خیرین توانستیم 1,400,000 نفر از افراد مسن و سالمند را در ماجرای کرونا حمایت کنیم و هوای 80,000 خانواده با بیماری های صعب العلاج را نیز داشته باشیم. و کمک های مردمی هم حدود 97 میلیارد تومان کمک های مردمی بوده. بعد از همینجا عرض بکنم که تو زمینه اشتغال خیلی از این خانواده های تحت پوشش کمیته امداد خط تولیدشون تبدیل کردن به ماسک و ما تقریبا تا 6 ماه پیش ماهی 20 میلیون ماسک در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار میگه از محصولات خود مدرجی ها کمیته امداد. در پایان این مراسم از فعالان عرصه کمک به مردم برای مقابله با کرونا تقدیم شد. امسال با وجود شرایط کرونایی مردم استان همدان حدود 120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به نیازمندان کمک کردند. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.